یعنی پوشش یک جناح حکومت اومده شده و مردمی رو پشت سر خودش بسته. بذار بگم نگرانی من چیه. بله نگرانی هست، منتها تو این سطح نگرانی هست، چون حزب ما میتونه حل کنه میگم نگرانی نیست. به اصطلاح این نگرانی این هست که ببینید اگر به هر دلیلی که به نظر ممکن اتفاق بیفته، قبل از که جمهوری اسلامی بیفته، خامنه ای و احمدی نژاد برن، احمدی نژاد که بسیار محتمل تره و خامنه هم چون احمدی نژاد بره یه هفته بعد هم ایشون نمیتونه بمونه، نه اینکه به خاک کشیده بشن یا محاکمه بشن، اینا نمیگم، بالاخره کنار ایشون رئیس جمهور نباشه، ایشون هم دیگه فرقی نباشه. این خطری که هست این هست که جامعه اون به اصطلاح هدف و اون آماج حمله مستقیم خودش رو گم کنه از نظر سیاسی و تا حدی گیج بشه، چون به نظرم یک انقلاب رو نمیشه فقط در چارچوب خواستای اجتماعی مدنی به پیش برد. انقلاب انقلاب هست برای اینکه یک موضوع اصلیش حکومت و حکومتی هست، و اگر اینها کنار برن و کسی که به جاش میاد یا هر اتفاق دیگه که به جایی میفته بتونه کاری بکنه که مردم این آماج و هدف تیز سیاسی نداشته باشن، به یک مجموعه تظاهرات ها حتی ممکنه اعتصاب های کارگری، دعواهای مدنی، قضیه تنزل پیدا کنه، به نظر من میتونن، نه اینکه باز بگم انقلاب رو شکست میدن، میتونن عمر بخرن، میتونن شاید یه سال دیگه ادامه بدن. و اینجاست که من میگم کاری که ما از امروز داریم میکنیم و تو اون شرایط بسیار بیشتر هم باید بکنیم این هست که این هدف و این آماج سیاسی زنده نگذاریم. امروز هدف سیاسی این حرکت زدن خامنه احمدی نژاد و باید هم اینطور باشه. من نمیدونم بعد از اینا برن چی میشه چی نمیشه، ولی یک چیز روشنه، اگر خامنه ای به خودش کنار گذاشته بشه که جمهوری اسلامی دیگه ستون و فقرات نداره، مهم نیست چه فقیهی به جاش میاره، بنابراین زمینه باز میشه برای اینکه حزبی مثل حزب ما با دست و بال بسیار بازتری، حتی شاید با حضور در خود ایران و در با استفاده از پلتفرم های بسیار وسیع تری، کاری که تا امروز میکنیم میکردیم با شدتی بسیار وسیع تر، با محبوبیت و نفوذی بسیار بیشتر بکنیم. و انقلاب وقتی که این رأس انقلابی خودش رو پیدا کنه که به نظر من حزب ماست، وقتی اون رهبر و زبان و تریبون و نماینده خودش رو پیدا کنه دیگه به نظر مسئولیت پیدا میکنه، هیچ چیزی دیگه نمیتونه شکستش بده. و این اتفاقی است که باید بیفته و من میگم نگران نیستم، چون به خودمون حزب خودمون مطمئنم که میتونیم این نقش ایفا کنیم. دو تا مسئله است، یکی اینکه به هر حال یک جناح حکومت بیاد و سعی کنه که جمهوری اسلامی رو بدون خامنه ای و احمدی نژاد نگه داره، یکی اینکه کلا با توجه به اینکه به هر حال جامعه ای اومده و حکومت اسلامی رو نمیخواد، باندها، شخصیت‌ها، یعنی کل طبقه سرمایه‌دار و دیگه نه فقط تو ایران، کل دولت آمریکا، غرب، فلان تلاش کنن که یه جمعی آلترناتیوی رو بزنن جلو مردم و دوباره جامعه رو بکشونن به این که بره یک حکومت بالاخره سرمایه‌داری، حالا اسمش اسلامی نیست، یه چیز دیگه بیارن سر کار و دوباره کارگر همونجوری باشه، مردم از زیر فشار باشن، دیکتاتوری هم حالا یک درجه شکل دیگری به خودش بگیره. در این رابطه چی فکر می‌کنی؟ یعنی این خب این بله نه ببینید من به این یه بحث دیگری است. ببینید این انقلاب معین می‌خواد از شر جمهوری اسلامی راحت بشه. اگه حزب ما بتونه رهبر همین حرکت بشه، اون وقت بورژوازی هیچ کاری نمیتونه بکنه، نه آمریکا، نه بورژوازی اپوزیسیون، نه سلطنت غیره. ولی اگر اینطور نشه ممکن از جمهوری اسلامی بندازه، ولی قدرت در دست طبقه حاکمه بمونه و به قول شما از چاله در بیاد به چاله دیگه بیفته و اینطور اتفاق افتاد. من صحبتتون رو بعدا دوباره میرسونم، همین سوال مطرح کنم چون حرفتون دارم قطع میکنم، چقدر این واقعیه؟ یعنی میخوام بگم که همین نکته که همین که بورژوازی چقدر توان و امکانش وجود داره به طور واقعی که بتونن کسی، دولتی، شخصیتی رو بزنن جلو رهبر مردم بزنن؟ ببینید الان موسوی رهبر مردم به این شکل نیست، خود مردم هم میگم موسوی بیشتر زمینه ایجاد کرد این اتفاق بیفته، ولی نظر من نباید فکر کنیم که این تمام بضاعت بورژوازیه، یا خامنه ای، احمدی نژاد، یا موسوی رفسنجانی، اینجوری نیست. اینا ببینید وقتی انقلاب شروع میشه با مینیمم، با حداقل هزینه میخواد حکومت نجات پیدا کنه، حداقل هزینه اینه که یه رئیس جمهور قبلیش و مرد دوم این نظام که رفسنجانی اینا بیان، طبیعیه. میتونیم ببینیم که اینطوری است. میخوام بگم نه اینکه بشینن سر یه میز نقشه بکشن، مکانیزمای اجتماعی مبارزه طبقاتی و کلا مبارزه انقلابی تو ایران این رو تحمیل میکنه که شما با کمترین تخفیف میخواید نظامتون رو نگه دارید دیگه. کمترین تخفیف یعنی موسوی و
رفسنجانی در برابر اونها ده. یعنی کمترین تخفیف، ولی مردم ممکنه مجبورش کنن که این بره 90% تخفیف بده. اون موقع هنوز چهره دارن، آدمایی دارن که اصلا سابقه تو این حکومت نداشتن. چلبی ها ما نمیدیم تو ایران بلند میشن یا نه، یا نمیدونم شخصیت های حتی دو خردادی که هیچ وقت از روز اول مثلا میگفتن سکولاریم، یا اصلا غیر دو خردادی به قول شما اصلا مثلا فرض کنید سلطنت طلب، اینا همه چیده شدن، اینا همه ممکنه. ولی من فکر میکنم اینها همه کسایی هستن که میان و به صورت برق و باد رنگ میبازن، میان و عقب زده میشن. چون فرق این دوره جمهوری اسلامی با دوره انقلاب ضد شاهی اینه، اون موقع یک گورستان آریامهری بود، نه اپوزیسیون خارجی اونطوری بود که رسوا کنفدراسیون دانشجویی، نه حزبی بود، نه شخصیتی بود، نه اینقدر فضای باز دوفاکتوری بود، نه اینترنت و غیره بود، نه حزب کمونیست کارگری و کانال جدیدی بود، اینا نبود و اون اتفاق افتاد. ولی این بار کاملا فرق کنه از این نظر انقلاب با انقلاب 57 از زمین تا آسمون متفاوته، از این نظر که احزاب دیگه اومدن و خودشون تدریجی معرفی کردن، آلترناتیوشون گفتن. احزاب دیگه کیا هستن؟ راست دو خردادیا که همیشه میگفتن استحاله و تغییرات درونی و حفظ نظام، که همینم هم به یه جور دیگه الان داره باز جناب موسوی میگه. شاهی ها میگفتن فدرالیسم، میگفتن تغییر قانون اساسی، تغییرات از بالا، رژیم چنج و غیره، همه متاع خیش نمودن به اصطلاح به مردم. و حزب ما بوده که از روز اول میگفته انقلاب این راه مطلوب مردمه، این راه ممکنه، عملیه، و این اتفاق آخر داره میفته. بنابراین من فکر میکنم بقیه مهمانن. این انقلاب ممکنه حزب ما رو هنوز به عنوان رهبر نشناخته، ولی این انقلاب صاحب داره، این انقلاب پرچمدار داره. زمان شاه اینجوری نبود، زمان شاه انقلاب پنجاف همه رو قافل گیر کرد، چون چپ رادیکالش داشت مشه چریکی میکرد، شاخه رادیکال جامعه مشغول مبارزه زیرزمینی چریکی بود، انقلاب اصلا ادامه اون نبود. ولی این بار یک حزبی هست که اولا حرفش رو توده وسیع از مردم شنیدن از طریق همین تلویزیون و از ده طریق دیگه، اصلا عکسی هست که میشه فوری بحث رو اینجا تو جامعه برد، و ثانیا مدت هاست پرچم انقلاب بلند کرده، فعالیت کرده، نه فقط حرفش رو زده، سازمان داده، کمپین گذاشته و خیره. این انقلاب بنابراین صاحب داره، باید شرایطی گفتم یک شرطی هست که من میگم دیگه مسئولیت پیدا کرده، شرایطی که این نماینده و پرچم انقلاب تبدیل به رهبر عملی امروزش هم بشه، و این دیگه کاملا دست من و شما رو میبوسه و دست حزب کمونیست کارگری میبوسه. طبقات دیگه به نظر من شانسی ندارن، چون راهشون این نبوده، اونها مهمون این حرکتن، چون اونها کسایی هستن که بیان برای اینکه انقلاب عقب بشونن. یکی از کارهایی که ما داریم میکنیم این که شعارهای سیاسی مردم رو، اون نه و اون اعتراضی که مردم به جمهوری اسلامی دارن رو بهش معنای مشخصی بدیم که نه به جمهوری اسلامی یعنی نه به چه چیزهایی میخوایم نباشه، و این رو به صورت یک